بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سال 93 پیشنهاد دریافت کردیم که شامل برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان سمنان و مطالعات سرمایه‌گذاری در رامسر و طرح سوم که راه اندازی مؤسسه فرهنگی و آموزشی با استفاده از فضای مجازی وب و شبکه تلویزیون محلی است. از ابزارهایی که برای راه اندازی و ادامه فعالیت این مؤسسه در نظر گرفته شده، فضای مجازی وبسایت که نیازمند دیتا سنتر و طراحی وبسایت است. دیتا سنتر جایی برای ذخیره اطلاعات، داده‌ها و پردازش روی آنها که شامل بخش‌های مختلفی است. بخش سرورها که محل استقرار رک‌ها، تجهیزات سویچینگ و تجهیزات ذخیره سازی، فایروال ها و تجهیزات ارتباطی است. بخش های دیگری که در دیتا سنتر به آن نیاز داریم، بخشی برای خنک کنندگی تجهیزات، بخشی برای اطفای حریر که شامل سنسورها و مخازن گاز مخصوص است، بخش دیگر بخش مانیتورینگ و کنترل شبکه است. همزمان با راه اندازی دیتا سنتر کار برنامه‌نویسی سایت شروع می‌شود. قسمت‌های مختلف و متنوعی در سایت خواهیم داشت. بخش دین و اندیشه که شامل قرآن، نهج البلاغه، اهل بیت، احکام، احادیث، دعا، فلسفه، اخلاق، آلبوم تصاویر و نماز خواهد بود. بخش‌های دیگری که در سایت خواهیم داشت، بخش فرهنگ جبهه و فرهنگ مقاومت، بخش جنگ نرم، بخش دانش و فناوری، بخش خانواده و زندگی، بخش ورزش، بخش جامعه و سیاست، بخش تغذیه و سلامت، بخش هنری و بخش ادبیات خواهد بود. بعد از طراحی وبسایت مؤسسه توسط گروه برنامه‌نویسی، کار ورود اطلاعات با تعیین اهداف و سیاست گذاری انجام شده به صورت شبانه‌روزی انجام می‌گیرد. از بخش‌های مهم سایت آموزش‌های از راه دور در فضای مجازی خواهد بود. مزایای این آموزش‌ها برای فراگیران: ارائه مدرک معتبر، قابل دسترس برای کاربران، کیفیت بسیار بالا، بدون محدودیت زمان و مکان، پشتیبانی دوره توسط اساتید مجرب و نمونه کشور. طبق یادداشت‌های بیل گیتس در وبسایت شخصیش، 50 میلیون دانش آموز از مهد تا دانشگاه در آمریکا تحصیل می‌کنند. برای هر دانش آموز 10,000 دلار در سال هزینه می‌شود که حاصل آن 500 میلیارد دلار در سال می‌شود. اگر آمار دانش آموزان آموزش پرورش را در سال 88 مقایسه کنیم، در می‌یابیم که کل دانش آموزانی که در حال تحصیل در آموزش پرورش از کلیه مقاطع هستند 12 میلیون خواهند بود که آموزش‌های ابتدایی آن شامل 6 میلیون نفر و پیش‌دبستانی آن شامل 550,000 نفر می‌باشد. طبق تعرفه مهد کودک‌ها در ایران، اگر کودک 3 روز در مهد حضور داشته باشد، هزینه معادل 45 تا 150,000 تومان باید بپردازد. از 550,000 نفر پیش‌دبستانی ایران، مؤسسه می‌تواند با جذب 50,000 نفر با شهریه 45,000 تومان در 9 ماه به درآمدی بالغ بر 20 میلیارد تومان برسد و مؤسسه می‌تواند با جذب 1 میلیون نفر فراگیر با شهریه 45,000 تومان در 9 ماه 405 میلیارد درآمد داشته باشد. در جسم جهان فیض بهارانم من، عالم چو زمین تشنه بارانم منم.